تصویب بودجه سال 98 مالی از سوی مجلس نمایندگان. مجلس نمایندگان امروز طرح بودجه سال مالی 1398 را با اکثریت آرا تصویب کرد. مجموع این بودجه مبلغ 399 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که از آن جمله 124 میلیارد افغانی بودجه انکشافی و 275 میلیارد دیگر آن به بودجه عادی اختصاص یافته است. شماره از اعضای مجلس تایید این بودجه را از سوی مجلس جبری می داند و می گوید که وزارت مالیه پارلمان را تحت فشار قرار داد تا این سند را بدون بررسی همه جانبه و بیدرنگ تصویب کند. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان، و شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان اینجا با من حضور دارن. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای مسجدی، میخوایم در نخست بیشتر توضیح بدین بودجه را شامل کدام موارد است و بیشتر به کجاها مد نظر گرفته شده این پول؟ اول خب همه ادعایی که به گفته شما بعضی از وکلای محترم داشته به کلی رد میکنم. امروز فقط 8 وکیل بود که رأی مخالف داشت. هیچ کسی ما فکر نکنم توانایی از این را داشته باشه که وکلای محترم تحت فشار قرار بده. خب یک نفر آمدن امین اداره مطرح کردن، او حق دارن که به حساب رأی مخالف بده. پس رد نکنین دیگه. یک نه، ببینین شما وقتی که میگین فشار یعنی چی؟ کدام فشار؟ یک مامیشا ما بودجه مطرح کردن، یکی که این بودجه متوازن نیست، وزارت مالیه ما کارمندار قید را اجازه بدین تشریح بکنم. بله. شما گفتین چیزی که اونها گفتن، من نقل قول کردم اینجا پیش ما از اعضای مجلس. یک بحث اونا بحث پارلمانی را گفتن، گفت که نتیجه ابتدایی تاثیر داشته بالای بودجه، و بحث دیگه همی که گفت ماش کارمندار وزارت مالیه قید ساخته و اجازه نداد به مجلس که همه جانب بررسی کنه. یه دای است که اعضای مجلس کرده، چمنشای اعتمادی هم این بحث را گفته و عبیدالله بارکزی. شما تایید میکنین اردوش کاملا به اساس است؟ کمیسیون مستقل انتخابات و پارلمان یک چیز به حساب مستقل است. اونا کار خود پیش میبره. وزارت مالیه اصلا سر و کار با پارلمان نداره، با انتخابات نداره. مسئله ماش، من نمیفهم که ماش کدام نهاد پرداخت نشده. ماشات 1397 به کلی پرداخت شده و 1398 هم سال مالی تازه به میان آمده. میایم به مسئله بودجه. دلیلی که برای بار اول در 10 سال بودجه در اقدام اول از طرف ولسی جرگه تصویب میشه، موجودیت یک بودجه کاملا متوازن، انکشاف متوازن، شفافیت کامل، شامل ساختن تمامی پروژه ها به حیث یک زمینه در سند بودجه، هماهنگی بسیار خوب با نمایندگان محترم. ما یک ماه می شود که همه روزه با تمام پرسش ها و سوالات را که اینا داشتن معلومات دادیم، پاسخ دادیم، قناعتشان فراهم آوردیم. در ابتدا یک مقدار مشکلی بود در مورد ادارات که جدیدن تشکیل شده بودند که وکلای محترم به اساس قانون صلاحیت تزیرا داشتن که اونا باید تای مراحل شو بعدن بودجا گنجا، که ما او مسئله از اونا را قبول کردیم. واقعا یک مسئله قانونی بود، مشروط به ای که او ادارات از طرف ولسی جرگه تای مراحل شو بعد از او بودجه از اونا پرداخت میشه. و همچنان مسئله که خود از بودجه چگونه ساخته شد، با ولایت سفر کردیم، با مردم نشست کردیم، از مردم شنیدیم، در جلسات اجتماعی نمایندگان محترم جامعه مدنی حضور داشتن، استادان پوهنتون و اقتصاد حضور داشتن، سکتورهای مربوطه سکتور موجود بودند. بنابراین در کل زمانی که ما مشخصات بودجه را با نمایندگان محترم شریک ساختیم و در ظرف یک ماه ما بر اونا معلومات دادیم، بالاخره قناعت از اونا فراهم شد و امروز ما دیدیم که با اکثریت مطلق با بیش از 130 رای توانستیم که بودجه را به تصویب برسیم. آقای تیموری، بررسی شما چرا نشان می‌دهد واقعا این بودجه متوازن و همشمول است، قسمی که آقای مسجدی اشاره کردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب مسجدی صاحب و شما بیننده های عزیز. سلامت. بودجه ملی برای از اینکه توازن داشته باشه، ما هیچ معیار هنوز از سوی مجلس نمایندگان هم وضع نشده برای توازن و از سوی حکومت هم برای توازن وضع نشده. ما در قانون اساسی داریم که حکومت مکلف است که انکشاف متوازن به وجود بیاره. بله. آیا این انکشاف متوازن بر اساس نفوس ولایات هست؟ بر اساس جغرافیشان هست، بر اساس سطح انکشافشان هست، بر اساس ثبات و امنیت در این ولایات هست، چه معیاری هست؟ همین انکشاف متوازن چه معنا میده؟ یک چیزی که نماینده های مجلس در 10 سال گذشته هر بار بودجه را رد کردن و گفتن این متوازن نیست، اما معیارهای توازن
اونا هم مطرح نکردن، همکارا در حکومت هم این مسئله را مطرح نکردن. یعنی اصلا مشخص نیست که چی چیز به مردم گفته شود و کدام موارد مد نظر گرفته شود که بودجه متوازن باشد. یقینا اگر بحث‌های متوازن مطرح هم شده در سطح ولایات مطرح شده که حتی در سطح ولایات حل نشده، بحث ولسوالی‌ها هم ما داریم. ما بیشتر از 360 یا 380 ولسوالی در افغانستان داریم، بحثشان هنوز چون تشکیل نشده و توازن میان ولسوالی ها یک چیز نیست که انجام بشه. از ولسوالی ها پایین تر در قریه ها داریم، علاقه داری ها داریم و این یک منطق نیاز داشت که هم از سوی مجلس جدی گرفته بشه و هم از سوی حکومت جدی گرفته بشه و یک توازن شفاف و یک توازن قابل قبول برای مردم باشه. ما هنوز ما نمیدانیم که در کدام ولایت در کدام ولسوالی چقدر مصرف میشه و اینا به خاطر چی در این ولسوالی و در این قریه و در این ولایت اینقدر مصرف میشه. ما یک چیز در بودجه ملی داریم به میثاق شهروندی، این فقط فعلا در 12,000 قریه قرار است انجام بشه، در حالی که ما بیشتر از ممکنه 100,000 قریه در افغانستان داشته باشیم. و این چرا از کدام ها شروع شده و چون این توازن رو نشان میده، این هم یعنی همو ملامتیش باید مجلس نمایندگان ببره به خاطر که صلاحیت تقنینی داره و میتونست یک قانون رو بسازه و هم حکومت باید ببره که این توازن رو به صورت شفاف ایجاد نکردن. مسئله دومی که در بودیجه وجود داره و ما در او پیشرفت نداریم، مسئله نقش مردم در بودیجه ملی هست. فعلا چطور یعنی نقش مردم؟ نقش مردم این هست که مردم در یک ولسوالی، در یک قریه، در یک ولایت بگه که من چی نیاز دارم. من در صحت نیازم بیشتر است یا در زراعت یا در معارف یا در انکشاف دهات، یا من میخوایم در اینجا بند ساخته بشه، اینجا سرک ساخته بشه. ولی آقای مسجدی گفتن اینها گشتن در ولایت ها، از مردم نیازمندی هایشان پرسان کردن، بعد از او آمدن یک چنین طرح را آماده ساختن. بسیار خوب، نمیخوایم مفصل تر بگم چون خود من در اینا حضور داشتم. نخستی که وزارت مالیه فقط از 34 ولایت در 5 ولایت رفتن. دومی که تعداد پروژه‌ای که در این استماعی های عامه برگزار شده اینا در بودجه ملی ما حداقل نمیبینیم. جناب مسجدی صاحب هستن میتونن برای ما شما گفتین آقای مسجدی پاسخ داشته باشن. پاسخ شما چی است؟ بودجه متوازن نیست؟ اصلا معیار هنوز وجود نداره بین پارلمان و حکومت که توازن چی است؟ بگفتی آقای تیمی برای ما توازن بسیار واضح است. توازن وقتی که ما از ولایت‌ها صحبت میکنیم شاخص‌های چندینگانی داره. نفوس ولایت است، مساحت ولسوالی است، ولایت است، ضروریت‌های ولایت است. بله. که کل از این مشخصات توسط ادارات مربوطه که همان به حساب درجه بندی ولایت صورت گرفته به ما معلوم است. پس انکشاف متوازنی که قانون اساسی گفته این گونه نیست. خب انکشاف متوازن در قانون اساسی مشخصا گفته که انکشاف متوازن در سراسر افغانستان. بله. وقتی شما میان معیار تعیین میکنین فکر نمیکنین در تضاد با قانون اساسی است دیگه؟ نه، انکشاف شما چی را میگین که یک ولایتی که 5 میلیون نفوس داشته باشه عین بودجه را ببره یک ولایتی که 100,000 نفوس داره؟ این را کجای قانون اساسی گفته؟ ولی انکشاف متوازن خب انکشاف متوازن همیجا گفتن متوازن یعنی به نظر به اساس وزن و بردار و به حساب محل و بله. ضروریت. وقتی که ما 5 میلیون با 100,000 برابر کنیم خودش تضاد با قانون اساسی است. ما اونمو را تضاد میدانیم و به می اساس است که ما شاخص ها را نفوس ولایت، ساحه ولایت، ضروریت ولایت میدانیم و به سو اساس بر از اونها بودجه تعیین میکنیم که به نظر ما به اساس معیارهای قبول شده این یک انکشاف متوازن است. ما نمیتوانیم که به یک ولایت که مثلا 50,000 نفوس داره 100,000 و 200,000 و یک ولایت مثل کابل و هرات و بغلان و ننگرهار که میلیون ها نفوس داره عین چیز ببینیم. اینه ما انکشاف متوازن میبینیم. در مورد این اشتراک مردم، ببینین بودجه سازی و یا ضروریت مردم و مقدار بودجه‌ای را که ما داریم به هیچ صورت ما نمیتونیم تمام درخواست‌های مردم ما بگنجانیم. ما 399 میلیارد افغانی کل بودجه ماست که 124 میلیارد از این انکشافی است. ولی نیاز مردم ما به همه ما شما معلوم است که انکشاف کشور ما به چی اندازه است. چگونه میتونیم که در یک سال کل از اینا را بگنجانیم؟ زمانی که ما به 5 ولایت زونی سفر کردیم از ولایات دیگه هم نماینده مردم آمده بودند، خود اینا هم اشتراک داشتند.
در حدود 400 پروژه به درخواست مستقیم مردم در بودجه گنجیده شد. درست، به کدوم ولایت ها رفتیم؟ خب به ولایت ننگرهار رفتیم، به ولایت قندهار رفتیم، به ولایت بلخ رفتیم، به ولایت هرات رفتیم، به ولایت های درجه اول، به ولایت های بزرگی که اونجا ما میتونیم از ولایت های دیگه هم به حساب میزبان باشیم. در عین صورت من میفهمم که اشتراک مردم یعنی چی. زمانی که ما در جلسات اجتماعی نماینده جامعه مدنی را داریم، زمانی که به حساب متخصصین مستقل داریم، وقتی که ما به ولایات سفر میکنیم، وقتی که خود حکومت ساخت ملت است، وقتی که نمایندگان ملت بدون به حساب مشکلات عمده بودجه را تصویب میکنند، پس ملت متفاوت از این یعنی چی. سپاسگزارم. برمیگردیم به شما. ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. ادامه برنامه. آقای تیموری، مواردی را که اینها به عنوان معیار قرار میتن برای توازن بودجه چقدر برای شما قابل قبول است؟ آقای مسجدی اشاره کردن نفوذ، مساحت، ضروریت اینها برای حکومت بالاخره با قسمی برشان یاد میشه که اینها سهمیه بندی بکنن ولایت ها را بودجهش. اما بحثی که آقای مسجدی گفتن این را از قانون ارگان های محل گفتن و این قانون حدود 10 سال قبل از قانون اساسی توشیح و تصویب شده و هیچ تغییر بعد از قانون اساسی سال 1382 در قسمت توازن ما کدام گفتمان، کدام قانونگذاری، کدام بحث جدی نداشتیم. و همونطور که من اشاره کردم درجه بندی ولایات، درجه بندی ولسوالی ها را و معیارهای تفکیک از اینا را در او قانون بود و توقع ما از حکومت افغانستان، از مجلس نمایندگان افغانستانی بود که قانون اساسی جدید در معیار قرار بدن، نه یک قانونی که در وقت کمونیست‌ها در افغانستان برای تفکیک ولایات بود. منظورم این هست که در او وقت یک تقسیم بندی میان ولایات شده بود، حالا ولایات تغییر کرده. ولی اینها گفتن یعنی نفوذ برشان معیار است، نمیشه که بودجه را به غور اختصاص میده اما بودجه را عیناً به کابل و هرات و مزار و اینها اختصاص بده، نفوذ بیشتر زندگی میکنه در کابل. اما او معقول است. منظورم این است اگر ما روی توازن انکشاف متوازن صحبت میکنیم، مسلما نفوذ یک معیار معقول هست و ممکنه جغرافیا یک معیار معقول نباشه. در این که یک موضوع دیگه که در افغانستان به صورت جدی در مورد صحبت نشده، به نظر ما از این به بعد هرات و بلخ و ننگرهار و اینا دوباره اولویت حکومت نباید باشه. باید سرپل، باید روزگان، باید کنر، اینا اولویت حکومت باشن به لحاظ انکشاف. و ما نیاز داریم که اینا جز هموطنهای ما هستند و باید امو امتیازات به سطحی از انکشاف برسن که ولایت های همجوارشان هسته. و یکی از مسائلی که ما اعمال در قسمت مهاجرت های داخلی افغانستان که میشه یا کسایی که بیجا شده های داخلی هستند، بله، یکی از علتهایش هست که فرصت های کافی در ولایتشان نیست. مثلا شما اگر برین قندهار میبینین که از ولایات اطرافش آمده، یا هرات و ننگرهار برین یا بلخ برین میبینین از ولایات اطرافشان، چون در قسمت انکشاف متوازن همین معیارها مد نظر گرفته نشده. اما آن چیزی که من به جرات میگم و کسایی که متخصص هستند در این دخیل هستند میدانن، بحث انکشاف متوازن و تقسیم و درجه بندی ولایات 10 سال پیش از قانون اساسی شده. 15 سالی که ما در قانون اساسی 1382 ما قرار داریم، در مورد انکشاف متوازن ما هیچ سند حقوقی نداریم، با وجودی که مجلس نمایندگان هر بار بودجه را در این زمینه رد کرده. مسئله دومی که من میخوایم بگم، در افغانستان وقتی که ما ارتباط میان مردم با حکومت میگیم، این با لفاظی و سخنرانی نمیتونیم شما اعتماد و ارتباط ایجاد بکنیم، این با کار با مردم است، نقش دادن بسیار مستقیم به مردم است. یک سلسله کارها شده، مثلا ما یک پلانای انکشافی ولایتی داریم، در 34 ولایت وزارت اقتصاد مردم رو جمع میکنن، نظریاتشان میگیرن و این پلانای انکشافی ولایتی میاد در وزارت اقتصاد، از وزارت اقتصاد میره در وزارت‌های دیگه که نظریات مردم مد نظر بگیرن. اما بیشتر از 95% از نظریات مردم که در پلانای انکشافی ولایتی هست در بودجه ملی نمیآید. بنا به دو دلیل، یکی اینه که ما منابع کافی نداریم، آقای مسجدی به اشاره کردن، دومی که سیاسیون میخواین پروژه های خود بیشتر داخل بودجه ملی میکنن تا اینکه اولویت های مردم معیار باشه. مسئله بعدی که یک سلسله کارها وزارت مالیه در سال مالی 1398 برش کردن قابل قدر است،
در پنج ولایت یکی از معین صاحبای وزارت مالیه سفر کردن، رفتن با مردم نشستن، بسیار با جزئیات نشستن. یک بار دیگر آقای تیموری میخوام فشرده اشاره بکنین، به خاطر که باید به آقای مزیدی هم فرصت بدیم. چند روز پیش دیدبان شفافیت یک گزارش را نشر کرد و در او گفت که مصوبه بودجه به اساس فشارهای زورمنده و اینها ساخته شده. همین چیز من میگم، چون پلانای انکشافی ولایتی و پروژه‌ای که در این پنج ولایت به اونا پیشنهاد شده بود و لیستش پیش ما هست تماله، در هر کدام از این ولایت بیشتر از 100 پروژه پیشنهاد شد و این تو برای مردم قناعت حاصل نشد که این 100 پروژه شما را ما منابع نداریم، این 10 پروژه شما را منابع داریم و این 10 پروژه را داخل بودجه ملی میاره. با این وضعیت نشد. مسئله آخری که من میخوایم به یک 30 ثانیه اشاره کنم، یک پروسی موازی به بودجه از سوی یک چیز به اسم واحد عملیاتی دفتر رئیس جمهور شروع شده و او یکی از نگرانی های ما هست. ما برای همکارای وزارت مالیه او را مطرح کردیم که ادارات انکشافی افغانستان وجود داره، اگر میخواین سرک بسازن، کلینیک بسازن، مکتب بسازن، هر چیزی که میخواین بسازن و ادارات برش وجود داره، منابع برشان تخصیص داده شده، بنابراین نیازی نیست که یک پروسی موازی به بودجه شروع بشه و یکی از نگرانی‌های اصلی ما در دیدبان هست. مسئله پروسی موازی چی است؟ در کنار این 95 درصد دیدگاه مردم داخل این بودجه نشده. خیر ببینید، ما اول از تیموری صاحب خواهش میکنم نام دیدبان شما اینا یا نام نهاد از اینا شفافیت است. وقتی که اینا صحبت میکنن باید بدون هیچ ترس و لرسی باید شفاف باشن. بله. کدام زورمند کدام بودجه را در مجلس و یا بیرون از مجلس در بودجه گنجانده باید نام ببرند، چون شفافیت همیره میگه. کدام وکیل در قرارداد بودجه به حساب یا در شرکت در کدام پروژه دست دارن، اینا دیدبان شفافیت است، باید نام ببرند. کدام زورمند وزیر مالیه را یا وزارت مالیه را تحت فشار قرار داده و بالایشان پروژه را قبولنده، اینا دیدبان شفافیت هستند، باید نام ببرند. اینا را خواهش میکنیم که این کار را بکنن، چون این فقط یک کلیگویی است که ما میگیم زیر فشار زورمندان قرار گرفتیم، در حالی که هیچ چیزی از او صحبت نمیکنیم و این فکر نکنم که در ذات خود شفافیت باشه. میایم به مسئله دوم، باز به اینا میایم چون برای ما واقعا وقت کم دادیم. من میخوایم وقت داریم بفهمم. تشکر. میایم به فکر کنم قسمت بعدی سوالتان در مورد اگر بر ما بگوین که براتون معلومات بتون باز میام بگم. خب اونها گفتن که یک در مورد بودجه موازی دیگه هم مصرف ببینین در بر ما به مسابقه وزارت مالیه یک بودجه یک دولت یک حکومت است. اداره امور یا دفتر مقام عالی ریاست جمهوری خودش بودجه انکشافی داره، سالانه بین 2 میلیارد افغانی، 3 میلیارد افغانی، 1.5 میلیارد افغانی، هر چیزی که نظر به مقام عالی ریاست جمهوری، اونا دفتر رئیس جمهور است. رئیس جمهور به اساس قانون حق داره که به مردم وعده بده، به مردم به حساب پروژه بسازه. کدام پروژه هستن مثلا خواهش ما میکنیم اینا که با ما لیستش شریک بسازن که اینا وعده کردن ولی در سند بودجه شامل نبودن. درست. ما خواهش میکنیم که اونا را با ما شریک بسازن. ما در برابر هر پروژه از اینا پاسخگو هستیم و به ملت خود معلومات. بفرمایید. بسیار خوب. در سال 1397 بودجه سوی مجلس نمایندگان رد شد. بله. زمانی که دوباره به مجلس نمایندگان رفت 200 میلیون دلار به بودجه ملی اضافه شد. 10 میلیارد. طی دقیقاً ها. طی 370 پروژه جدید. یک بار پروژه های جدید آمد داخل بودجه. نخست به نام پروژه های وکلا یاد میشد، بعداً هم اونها را به نام پروژه های ولایتی یاد کردند. به نظر ما وکلای حق ندارند و حکومت نباید اجازه را برای وکلا بدن. وزارت مالیه، ادارات سکتوری، اینا میتونن در وضعیت بهتر قرار دارن. نه شما که با مشوره با مردم. آقای مسجدی سوالشان این بود که این زورمندا کی است؟ شما همین نماینده از دیدبان شفافیت نمایندگی میکنین، نامش بگیرید. بله، همین نماینده های مجلس هستن و این بدون استثنا همین 249 نفر به استثنای دو سه وکیل که پروژه هاشون گفتن ما پروسه را قبول نداریم، این باید بر اساس یک معیار درست انجام بشه، دیگه متباقی اینا رو انجام دادن. نه جزئیات بیشتر رو هم بگم برای شما که واضح شه. فشرده تر. در برنامه راهسازی روستایی نامش است. اما از این برنامه راهسازی روستایی بعضی از سرک های داخل شهر کابل ساخته شده که در وزارت فواید عامه افغانستان بود در گذشته. یکی از سرک های نایی ششم کابل از برنامه راهسازی روستایی ساخته شده. و این بر اساس تقاضای یکی از کسا اینا را خب متنفذ میگن، اما برای ما کسایی هستن که زورمند هستن، میگن که
از برنامه راهسازی روستای شما بیاین سرک در داخل شهر کابل بسازین. مسئله آخری که میخوایم در مورد چرا اداره امور باید سرک بسازه، چرا دفتر رئیس جمهور سرک میسازه، چرا وزارت سرکسازی افغانستان این کار را انجام نمیده؟ یک پرسش است. خوب است، رئیس جمهور نباید این کار را انجام بده. حتی اگر شما برش بودیجه بتیم، این بودیجه را نباید انجام بدن. یک چیز دیگر هم من میخوایم اشاره بکنم که واضح شود، این دفتر عملیاتی رفتن در ولایات گفتن ما پروژه را بدون تدارکات و بدون بودجه سازی ما براتون انجام میدیم. من میخوایم نقل قول بکنم، دستیارای رئیس جمهور گفتن که پروژه‌ای که ما برای شما وعده میدیم مثل پروژه‌هایی که روی ورق میمونه مثل از اون نیست، و منظورش اینه که پروژه‌ای که روی ورق میمونه یعنی پروژه بودجه ملی، در حالی که بودجه ملی یک سند ملی هست و دفتر رئیس جمهور و خود رئیس جمهور باید مدافعش باشه. آقای مسجدی حتما شما پاسختان گرفتید. بله بله بله. در کنار این من میخوام یکم وضاحت بدین چقدر این بودجه اختیاری است و چقدرش غیر اختیاری. بخاطر کنم تشکر. اول خب باید بگویم که در 1397 ما وقتی که بودجه را بالاتر از 90 میلیارد انکشافی بود به پارلمان افغانستان پیشکش کردیم، اولین کسایی که انتقاد کردند که چرا بودجه انکشافی کم است، دیدبان شفافیت بود. میگه چرا ظرفیت ادارات بالا نمیبرین، در حالی که ما در او سال با کمی 17 میلیارد هیچ کسری هم نداشتیم. امی مردم بود، بزرگای به حساب ملت در پارلمان بود، دیگرا بود که خواهش کردند که سطح بودجه انکشافی را بالا ببرین چون نیازمندی زیاد است. خب اینها چی میخوان؟ هدفشون چی است؟ هدفشان این بود که باید در مملکت انکشاف زیاد باشه. ما هم 17 میلیارد افغانی را اضافه کردیم که باعث ازی شد که ما 14 میلیارد کسر پیدا کنیم. ولی خوشبختانه زمانی که در نصف سال عواید ما بالاتر شد، بودجه انکشافی به 136 میلیارد افغانی رسید. از او بخش چرا پرسان نمیکنن که 136 میلیارد از کجا شد؟ چون عواید زیاد شد، کمک های بین المللی زیاد شد، ما توانستیم که از او بخش 91% از 1397 به مصرف برسیم، که یک مسئله بود که اینا یادآوری کردن. بله. مسئله دومش باز هم گفتن که پروژه رو وعده کردن. کدام پروژه؟ سوال ما ای است که برادر، وقت ما صحبت میکنیم بگو که فلان پروژه را در فلان جا وعده کرد اما او در سند بودجه نیست، که ما برای تو معلومات بدیم که به اساس چی وعده کرده. وقتی که رئیس جمهور وعده میکنه، ضرور نیست که دفتر جناب سلام رحیمی یا جناب قطالی صاحب را تدبیر کنه. یعنی در کل گپ وزارت فواید عامه تدبیر میکنه، دیگه کس تدبیر میکنه. اما اینا وقتی که میگن که پروژه بیان لطف کنین بر ما بگین که ما براتون بگین که آیا پروژه در سند موجود است یا نیست. آقای تیموری خیلی فرصت ما کم است، من میخوام بسیار مشخص بگم. اخیرا یعنی یک ماه پیش هیچ پروسه بودجه وجود نداره. پروسه بودجه بر اساس یک منطق میشه. یک ماه پیش همکارای دفتر رئیس جمهور رفتن بر ولایت دایکندی و ولایت پکتیا. بله. گفتن که ما در مرکز برای شما یک میمانخانه میسازیم و یک مسجد میسازیم. خیلی سپاس. و این اصلا در بودجه ملی 1397 مام نیست، 1398 مام نیست، اما این وعده برشان داده میشه، در حالی که به نظر ما یک پروسه موازی است. ما خوب شد که اینا امی نام در تلویزیون گرفتن که ما بتونم از کارهای خود پرسان کنم، چون الهی امروز فقط همین مسئله بود که بودجه وعده شده. خیلی سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل، و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.